یه پنجشنبه دیگه است و ما دوباره رفتیم سراغ صفحه حوادث روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایرانی. من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. خبر اولی که میخوام براتون تعریف کنم بدون شک پر حرف و حدیث ترین خبر حوادث هفته گذشته بود. اونم پیدا شدن جسد مسله شده یک خانم حوالی میدان آزادی تهران بود. هفته گذشته بود که خبر توی خبرگزاری ها منتشر شد که جسد مسله شده یک خانم رو پاکبان شهرداری حوالی میدان آزادی پیدا کردن. ماجرا از چه قرار بوده؟ دوروبر ساعت 2 بعد از ظهر پاکبان شهرداری داشتن دوروبر میدان آزادی رو جارو می‌زدن که یک ساک ورزشی و چند تا کیسه زباله پیدا می‌کنن که ازش خون جاری شده بوده. به محض اینکه این صحنه رو می‌بینن تماس می‌گیرن با پلیس و پلیس میاد و متوجه میشه که توی این ساک ورزشی و کیسه‌های زباله جسد یک خانم جوان بین 25 تا 30 سال است. بازپرس قتل میاد و دستور میده تا جسد رو منتقل بکنن به پزشکی قانونی و دستور میده تا دوربین های مداربسته اون حوالی رو بگردن تا ببینن متوجه میشن چه اتفاقی افتاده یا نه. چیزی که همون اول معلوم بوده این بوده که قاتل میخواسته تا جسد پیدا بشه و الا میبردتش توی بیابونای اطراف یه جایی، جسد رو سر به نیست میکرده، نمیورده بذارتش یه جای شلوغ که خیلی سریع هم پیدا بشه. همون اول هم متخصصین صحنه جرم متوجه میشن که جسد همون روز و 4-5 ساعت قبل به قتل رسیده. خب به محض اینکه خبر این اتفاق توی خبرگزاری ها منتشر میشه، شبکه‌های اجتماعی پر میشه از این خبر و خیلی‌ها گمانه‌زنی می‌کردن که احتمالاً پای یک قاتل سریالی در میونه. چرا؟ چون شبیه به این اتفاق چند وقت قبل توی تبریز، توی مشهد، توی آباده و توی بیابون‌های پاکدشت هم اتفاق افتاده بوده. پلیس به محض اینکه این شایعات رو می‌بینه خیلی قوی این اتفاق رو تکذیب می‌کنه و میگه که این قتل‌ها هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن. میگه که مظنون اتفاق آباده رو دستگیر کردیم و اون به قتل‌ها اعتراف کرده و در مورد اتفاقی که توی پاکدشت هم افتاده همسر مقتول رو دستگیر کردیم و اون مظنون اصلی این اتفاق. البته مظنون اتفاق پاکدشت هنوز به قتل اعتراف نکرده، اما پلیس معتقده که این قتل‌ها هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. چیزی که الان مشخصه اینه که هنوز هویت مقتول مشخص نیست. آخرین خبری که در مورد این اتفاق منتشر شده مربوط به 2 روز قبله و نشون میده که متخصصین پلیس از مقتول انگشت نگاری کردن و مقتول هیچ سابقه کیفری نداره که کمک بکنه به شناسایی هویت اون. در کنار اون توی تهران هیچ گزارش گم شدن فردی هم ثبت نشده که مشخصاتش با مشخصات مقتول شبیه به هم دیگه باشن. پس پلیس حدس میزنه که احتمالاً مقتول رو از یکی از شهرستانهای اطراف تهران دزدیدن و قتل رو اونجا انجام دادن و بعد از اون جسد رو منتقل کردن به میدان آزادی. به خاطر همین دایره تحقیقات الان گسترده شده به شهرستانهای توابع استان تهران و اگر احتمالاً خبری هم اونجا پیدا نکنن مجبور میشن تا استانهای اطراف تهران رو بررسی بکنن تا ببینن اونجا شکایتی مبنی بر گم شدن دختری که مشخصات شبیه به مقتول پیدا شده باشه پیدا میکنن یا نه. به هر حال چیزی که تا الان مشخص شده اینه که هویت مقتول هنوز مشخص نیست و اینکه پلیس هنوز داره دوربین‌های مداربسته اطراف میدان آزادی رو بررسی میکنه تا ببینه میتونه سرنخی از این قاتل خونسرد پیدا بکنه یا نه. خبر دوم توی آبادان اتفاق افتاده. 5 خرداد همین سالی که درش هستیم 1402 آتش نشانه یک گزارش دریافت میکنن از آتیش سوزی یک منزل مسکونی و وقتی که میرن بالا سر آتیش میبینن که یک ساختمون 2 طبقه حیاط داره که طبقه اولش آتیش گرفته. شروع میکنن خاموش کردن آتیش و بعد از اینکه آتیش رو خاموش میکنن و شروع میکنن به لکه‌گیری آتیش متوجه میشن که جسد یک مرد 70 ساله توی دستشویی خونه وجود داره. به محض اینکه جسد رو میبینن زنگ میزنن به پلیس. پلیس میاد و متوجه میشه که مرد 70 ساله که توی دستشویی جسدش پیدا شده با چاقو به قتل رسیده. توی همون نگاه اول مشخص بوده که ورود به خونه زوری نبوده و مقتول توسط آشناهاش به قتل رسیده. خب آشناترین آدمی که پیدا میکنن همسایه طبقه دومی بوده که پسر و عروس مقتول بوده.
کرده. پسر و عروس رو میارن تا ازشون بازجویی بکنن و ببینن که میتونن سر نخی از اونها پیدا بکنن و متوجه میشن که حرفای پسر مقتول خیلی زد و نقیزه. بعد از اینکه یه ذره ازش بازجویی میکنن، اون شروع میکنه به اعتراف کردن. میگه که پدر ما چند سال پیش وقتی که مادرمون فوت کرد دوباره میخواست ازدواج بکنه، با یک خانم جوونی هم میخواست ازدواج بکنه و ما مخالف این اتفاق بودیم، ولی به هر حال پدرمون کار خودش رو کرد، رفت این خانم رو به عقد خودش در آورد و ازش بچه دار شد. ما الان یک برادر ناتنی 9 ساله هم داریم. میگه وقتی که پدرم با این خانم ازدواج کرد، کم کم همه دار و ندارش رو به اسم این خانم کرد. اخیراً هم همین خونه‌ای که ما درش ساکن هستیم رو به اسم زنش کرده بود و زنش رفته بود حکم تخلیه بر ما گرفته بود. خونه‌ای که ما درش ساکن بودیم و خونه پدریمون بود رو میخواست از ما بگیره و ما رو از اونجا بیرون بکنه. من وقتی که این خبر رو شنیدم خیلی عصبانی شدم، رفتم پایین با ضربات چاقو پدرم رو کشتم. برادر ناتنی 9 سالم رو بردم طبقه بالا و دست و پای نامادریم رو هم بستم و به زور ازش یک وکالتنامه گرفتم که خونه رو دوباره برگردونه به ما. بعد هم برای اینکه رد این جنایتی که انجام دادم رو بپوشونم خونه رو آتیش زدم، اما آتیش نشانی خیلی زود اومد و آتیش رو خاموش کرد و جنایت ما رو رفت. بعد از اعترافات این پسر، پلیس میره سراغ عروس خانواده و مشخص میشه که عروسه هم توی این جنایت دست به دست شوهرش داده بوده و پدر شوهرش رو به قتل رسونده بوده. پلیس وقتی که وارد طبقه دوم خونه میشه، میتونه نامادری که هنوزم دستاش بسته بوده رو پیدا بکنه، اون برادر ناتنی رو پیدا بکنه و نامادری هم عیناً حرفایی رو میزنه که پسر مقتول گفته بوده. کمتر از 2 ساعت از وقوع این جنایت پلیس میتونه عاملین این جنایت رو دستگیر بکنه و داره تحقیقاتش رو انجام میده تا بعد از بازسازی صحنه جرم توسط پسر و عروس پرونده رو ارجاع بده به دادگاه تا دادگاه‌های اون هم برگزار بشه. خبر سوم و آخری که میخوام باهاتون در میون بذارم، نقطه شروع شهریور ماه 1400 بوده. توی شهریور ماه 1400 یک گزارش میرسه به پلیس و توی اون گزارش اومده بوده که یک خانم 75 ساله‌ای توی آشپزخونه خونش به قتل رسیده. پلیس وقتی که به صحنه جرم میرسه متوجه میشه که یک مایتابه خونی کنار جسد افتاده و مقتول با چاقو به قتل رسیده. اما ماجرا از چه قرار بوده؟ پسر مقتول به پلیس گفته که من بعد از اینکه ازدواج کردم هر روز میرفتم و به پدر و مادر پیرم سر میزدم. مادرم 75 سالش بود، اسمش رباب بود و پدرم محمود 85 سالش بود. اون روز رفتم در زدم، دیدم که برخلاف همیشه بابام اومد در رو وا کرد. بهش گفتم که مامان کجاست؟ گفتش که توی خونه است، داره استراحت میکنه. اما یه ذره رفتارهای بابام مشکوک بود. رفتم توی خونه و دیدم که توی آشپزخونه جنازه مادرم افتاده خونی و مالی. زنگ زدم پلیس و پلیس اومد. من میدونم که بابام مادرم رو کشته. پلیس میاد و محمود 85 ساله رو دستگیر میکنه و توی بازجویی‌ها محمود میگه که من با همسرم اختلاف داشتیم، اون هیچ وقت به من توجه نمیکرد و همه توجهش رو گذاشته بود برای پسرمون. دفعه آخرم من توی آشپزخونه باهاش بگو مگو کردم، گفتم که چرا انقدر منو اذیت میکنی، یه ذره به من توجه بکن، و یه ذره جر و بحثمون بالا گرفت و من با مایتابه یه ضربه با اون زدم. بعد دیدم که رباب با یه چاقو داره میاد سمت من، من چاقو رو ازش گرفتم و بعد متوجه نشدم چه اتفاقی افتاده. من فشار خون بالا دارم، یه لحظه چشام هیچ جایی رو ندید و وقتی که به خودم اومدم دیدم که رباب خونی و مالی افتاده رو زمین. به هر حال محمود رو دستگیر میکنن، بازسازی صحنه جرم انجام میشه و روز دادگاه محمود حرفاش رو عوض میکنه. جالبه که محمود پیرترین قاتل ایران در حال حاضره و وقتی که میارنش به دادگاه نمیتونسته حتی راه بره. با آمبولانس رو میارن توی دادگاه. جلسه که شروع میشه بچه ها از گناه پدرشون میگذرن و اون رو میبخشن، اما پسر کوچیکه برای اون درخواست قصاص میکرده، میگفته که من نمیتونم از خونه مادرم بگذرم. وقتی که نوبت محمود میشه تا از خودش دفاع بکنه، نمیتونه توی جایگاه ویژه وایسه و با کمک نگهبانها روی صندلی‌ها دراز میکشه. به قاضی میگه که من چند وقت پیش توی زندان خوردم زمین، مهره کمرم شکسته و به خاطر همین نمیتونم وایسم. به قاضی میگه که من توی زندان شرایط خیلی سختی داشتم. رباب با این پسرم که الان درخواست قصاص میکنه که پسر کوچیکش هم هست، میخواستن که مال و اموال من رو بالا بکشن. من 2 تا مغازه بهش دادم، خونه بهش دادم، اون حتی خونه برادرش رو هم بالا کشیده، اما بازم ولکن نبودن. با مادرش دست به یکی کرده بودن که همه ی دار و ندار من رو بالا بکشن. روز حادثه من مریض بودم، خوابیده بودم، دیدم ساعت 4 صبح
یه نفر بالا سرمه. چشامو که باز کردم دیدم روبابه و با عصاش زد رو سینه من، انقدر محکم زد که عصاش شکست. عصای شکسته رو هم پلیس‌ها زمیمه پرونده کردن. دیدم که روباب با یه چاقو بالا سر منه و میخواد من رو بکشه. من فقط اومدم از خودم دفاع بکنم، اما نمیدونم چه اتفاقی افتاد که روباب چاقو خورد و افتاد زمین. وکیل محمود هم توی دادگاه میگه که جثه مقتول خیلی از متهم بزرگتر بوده و اصلا امکان نداشته که متهم بتونه مقتول رو به قتل برسونه. در کنار اون همه فرزندا هم شهادت دادن که متهم چند وقت پیش سکته کرده بوده و اصلا تنهایی نمیتونسته کارهای خودش رو بکنه، حتی تنهایی نمیتونسته حموم بره. به خاطر همین احتمال اینکه تونسته باشه مقتول رو به قتل برسونه خیلی کمه. در کنار همه این حرفا وکیل ادامه میده و میگه که وقتی که محمود رو دستگیر کردن روی صورتش آثار ضرب و شتم وجود داشته و این حرفای محمود که اون شب رباب رفته بوده بالا سرش تا اون رو بکشه و اون رو کتک زده رو تایید میکنه. اما نکته عجیب و نکته مبهم توی این پرونده اینه که محمود میگه که رباب اومد بالا سر من تا من رو بکشه، اما جنازه رباب توی آشپزخونه پیدا شده. به هر حال این نکته ایه که قاضی باید باهاش سر و کله بزنه. بعد از تموم شدن دادگاه هنوز حکم این اتفاق اعلام نشده و اگر حکم نهایی محمود اعلام بشه اون رو ما با شما هم به اشتراک میذاریم. این سه تا خبری بود که توی هفته گذشته به چشم من اومد و البته این رو باید بگم که خبر میدون آزادی رو شما به ما معرفی کرده بودید. ممنون میشم اگر خبر جدیدی رو توی خبرگزاری ها میشنوید که براتون جذابه اون رو با ما هم به اشتراک بذارید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و امیدوارم که سلامت باشید.